سلام به کانال من خوش اومدی، امیدوارم حالتون خوب باشه. ویدیو کلیپ آهنگ کاشتم مجهول اومد و فکر کردم که با هم دیگه ببینیم و بشنویم. اومدم این کنار نشستم که ویدیو کلیپ رو بندازم اینجا. اون تلویزیون اضافه هم که تو کادر میبینیم بعد بره سر جاش، ولی من زورشو نداشتم تکونش بدم، برای همین فعلا تو کادره. بچه من دیروز چشمام دچار یه حساسیت خیلی شدیدی شد، یعنی قیافمو ببینین مثل شرک شده بودم، چشمام انقدر ورم کرد و خلاصه اوضاع خیلی خراب بود. بعد از این طرفم واقعا دلم می‌خواست این ویدیو کلیپ رو ببینم، گفتم که قبلش همینجوری بدون آرایش ویدیو بگیرم. کلا فقط یه بالم لب رنگی زدم و خودم این اجنده ها درست نگرم، همیشه خودم این اجنده ها درست میکنم. امروز قیافم اینجوری زیر چشامی کم گود و هنوز چشام ورم داره، هنوز ورمش خوب نشده، ولی خیلی وحشتناک بود. با اون قیافه میومدم براتون ویدیو میگرفتم، فکر میکردین که ویدیو هالووینه. خب آهنگ کاشتم، بریم ببینیم چی کاشته. دایرکتد با رضا آر این، توی تهران هم کلیپ گرفته شده دیگه. آقا خداییش اونایی که تو تهران کار میکنن دمشون گرم. من شروع کردم از صفر، وقتی دیدم پره کم بودم، بزرگ شدم جایی که دور و وریا مخالف رپ بودن، آبرومو گذاشتم وسط و گرفت خدا دست ازم، معامله کردم که بمونم همیشه معاف از خطر، ولی کافی نبود نه، شدم درگیر راه، هر کی هر را رسید فقط انداخت سنگ زیر پام، منم که باخت ندادم رفتم واسه تصفیه حساب. چیه اینقدر همه زیر پای همدیگه سنگ میندازن؟ یعنی نمیفهمم، خانواده، دوست، بعد یه ذره پیشرفت میکنی دوستا تبدیل به دشمن میشن، آقا چرا اینقدر سنگ میندازین زیر پای با هر آدم موفقی حرف میزنی میبینی یه نفر زیر پاش داشته سنگ مینداخته. و خب گفتش که خانوادهش هم با رپ مخالف بودن، یعنی گفت جایی که همه دور و بریش با رپ مخالف بودن دیگه احتمالاً خانواده، این خانواده ها با همه چی مخالفن. آقا من نمیدونم چرا این خانواده ها با همه چی مخالفن. خانواده من حالا با چیز خاصی مخالف نبوده، با تنها چیزی که مخالف بودن بیرون رفتنای من بود. من مثلا همش با دوستان بیرون میرفتم، مهمونی اینور اونور، دیر میومدم خونه، ولی چیز دیگه یادم نمیاد مخالفت کرده باشه. این بنده خدا میگفت با رب مخالف بودن خانوادهش و چقدر هم به حرف خانوادهش توجه کرده و چقدر به خواسته هاشون احترام گذاشته. خدایش چیزایی ما جوونا متوجه میشیم که خانواده خیلی خوب متوجه نمیشن. بعدن که توش پیشرفت میکنیم خانواده میگن ای ببین اشتباه میکردیم. ما خیلی جا سوخت دادم اما نرفتم زیر بار، رو کردم دست مافیا رو کل مارکت رو بردم تو شوک. او داره دیسش به شایعه رو میگه که میگه دستم، البته بیشتر مخاطب اون قضیه خود شایعه نبود، بیشتر منیجر شایعه بود که داره میگه مافیا داستان ها. نداشتش که جرعت شاید تا در آوردم پر تحتوش و قدرت روش و دروال گرفتم مورست شد رشتم زود، من بیشتر انگیزه گرفتم از فوشایی که پشتم بود. آی راست میگه، از فوش نمیدونم چیه، منم خیلی انگیزه میگیرم، خیلی میام فوش میدن و از فوش انگیزه میگیرم. حال کردم با لیریکسش. گرفتم مورست شد رشتم زود، من بیشتر انگیزه گرفتم از فوشایی که پشتم بود، ببین خیلی موقع پاره بوده کفشم با نداریام ساختم. ای کیارپ هم هستش تو این ویدیو کلیپ. املا چاله چوله گشتم اینا رو شاهد آسمون شهرم، من حتی تی کشیدم واسه پول پخشم. آخه عزیزم میگه واسه پول پخشم هم تی کشیدم. آخه بعد نیاین بگین که آی من پول ندارم برم نمیدونم بخونم برم استودیو اینا، واسه اون هدفی که داری هر کاری باید انجام بدی و آر نیست. سمون شهرم، من حتی تی کشیدم واسه پول پخشم، افتخار میکنم به اینی که هستم و آویزون کسی نبودم که بگیره دستم و فهمیدم رپر نباس فقط گنگش پر باشه، واسه همین ادامه دادم درسم و حالا ایول. آقا مهندس، داداشمون مهندس ها، درسش هم ادامه داده. حالا الکی میگم اصلا نمیدونم چه رشته خونده، ولی خب کلا تو ایران به هر کسی که درس بخونه میگن مهندس. طرفدارم شده هم کلاسی، خونواده مخالف بود ولی الان همه راضی.
آه دیدین یه چیزی گفتم اولش، گفتم خانواده های وقتا یه چیزایی نمیدونن، ما نسل جدید خیلی بهتر میدونیم، بعدن که میبینن تو اون کار پیشرفت کردیم خودشون تو دلشون میگن، هیچ وقت نمیان تو رومونم بگن، مبادا چیز از اون ابهتشون کم بشه، تو دلشون میگن که خوب شد این بچه سرتق بود به حرف من گوش نکرد. دارم شده هم کلاسی خانواده مخالف بود ولی الان همه راضی، چون زحمت کشیدم تلاش کردم الانم شدم مجهول رپ فارسی. من کاشتم. بچه شما اسمشو میدونین؟ اسمش مجهوله، اسمش چیه؟ من اسمشو میدونم، بگم من تو زیر زمینه نوک قله چیدم، آب و نون خودم و دادم که رشدشو ببینم، من پیر شدم پای هرچی که شنیدی ازم، این تصویر تو آینه رو جورشو کشیدم، وقتی همه خواب بودن طلوع صبح جمعه دیدم، از استراحتم زدم که لقمه پر ببینم، یه قول گنده میدم که فقط واسه آزادی به جنگم، حتی اگه رفتم پشت میلم جوری زندگی کردم. قول بزرگی دادان، برای آزادی به جنگم حتی اگه رفتم پشت میله. خیلی حرف توش بود، چقدر جدیه، میبینین با چه جدیتی داره میخونه، اصلا کلن جدی و فاز جدیه. آزادی به جنگم حتی اگه رفتم پشت میلم جوری زندگی کردم، هر لحظه آماده ی مرگم، از موسیقی کمک گرفتم که بالا بره درکم، انقدر رپ میکنم به پیچه همه جا آوازه ی حرفم، برای شهرت و پول نه، واسه آسایش مغزم، نون دلم و خوردم همیشه، همین بودم کلا نریشه، نقاب نداشتم و میخوام همین طور ابدیشه که بشم الگو واسه نسل بعد، بگن ایپ هاپو قبضه کرد، ایپ هاپو قبضه کرد. این گربه باز داره خرابکاری میکنه، نکن. هیچ وقت نمیتونم با آرامش بشنم جلوی دوربین، تا من میام میشنم جلوی دوربین این شروع میکنه. خوام همین طور عبدیشه که بشم الگو واسه نسل بعد، بگن این پاپو قبضه کرد، تقاسشو پس دادم بازم میدم باشه هر چقدر، سخت اومدم تا نصف راه با استراب و کلی اشتباه، طرفدارمو دوست دارم ولی عاشق هیترام مرام این هیتر چی همه عاشقشن؟ دقت کردین همه عاشق هیتراشونن؟ میگفت چی سهرابم هم میگفت با احترام به هیترام، مثل اینکه چیزه هیتر باشی بیشتر دوستت دارن. نه البته این یه اصطلاح، حالا نه اینکه عاشق هیترا باشه، ولی واقعا هیترا یه کاری میکنن که تو انگیزه میگیری، نمیدونم چرا. درامو کلی اشتباه، طرفدارمو دوست دارم ولی عاشق هیترام مرام پر دست انداز بود، اینجا نیستم اصلا با زور، نبودم مثل اینا هیچ وقت، چون کاسب بودم نه کتم باز بود، کاشتم تو زیر کاسبو که به سهراب گفت کتم باز بود، و کی میگه، کی میگفت کتم بازه، یکی میگفت نمیدونم، من نویسم نیستم اصلا با زور، نبودم مثل اینا هیچ وقت، چون کاسب بودم نه کتم باز بود، کاشتم تو زیر زمینه نوک قله چیدم، آب و نون خودم و دادم که رشدشو ببینم، من پیر شدم پای هرچی که شنیدی ازم، این تصویر تو آینه رو جورشو کشیدم، وقتی همه خواب بودن طلوع صبح جمعه دیدم، از استراحتم زدم که لقمه پر ببینم، یه قول گنده میدم که فقط واسه آزادی به جنگم، حتی اگه رفتم پشت میلم. پرودوسر رضا پیشرو، خودش استعداد خوبیه تو کار آوردش رضا پیشرو، شما هم قبول دارین؟ و فکر میکنم که این سکوی پرتاب دقیقا از آلبوم خاکستر روشن شروع میشه برای مجهول و کیارپ و بچه هایی که کلن تو این آلبوم بودن. ویدیو کلیپ رو دوست داشتم، ویدیو کلیپش باحال بود، با آهنگ خیلی تناسب داشت، مثلا حرکاتش با بیت خیلی تناسب داشت و از این موضوع خیلی خوشم اومد. بعد یه ریتم همینجوری مونوتونی بود ولی خستت نمی کرد. بعد حالا چیزایی که می گفت دمش گرم، با وجود تمام مشکلات، مخالفت، پول نبوده، با همه اینا کار ادامه داده و به اینجا رسیده، واقعا درس زندگی داد.
امیدوارم که از آهنگش حمایت بکنین، از این خواننده های نسل جدید حمایت بکنین، چون اینا قراره خواننده های نسل بعدی ما و بچه های ما باشن. بچه های ما قراره این آهنگا رو گوش بکنن. ازشون حمایت بکنید، از تو کانال خودش پلی بکنید، لایک یادتون نره، تبلیغ ها رو اسکیپ نکنید. از همراهیتون خیلی ممنونم. من کلی دوستتون دارم. خدافظ.